یه چیزی که این چند وقته خیلی زیاد شده و شاید برای خود شما هم اتفاق افتاده باشه اینه که مخصوصا بعد از کرونا یا حالا به دلایل دیگه‌ای بویاییشون رو از دست میدن، این دستگاه خیشم حس بویایی رو از دست میدن، یا به قول بعضی از دوستان کربو میشن، بو رو نمیشنون، حس نمی کنن. من واسه توضیح میدم الان. هر بیماری یه علامتی داره، یه درمانی داره و یک سببی داره. کسانی که کربو میشن یا حس بویایشون از دست میدن، ادرارشون غلیظ میشه، یه خود حالت منگی و گیجی هم دارن و کدورت حواس براشون به وجود میاد. یعنی این که حالا خودشون تو شهر حالشون میگن که آقا حافظه کوتاه مدتمون یه خود ضعیف شده، یه چیزی یه جا میذاریم مثلا یادمون نمیمونه. حالا شعرش اینه، قشنگ تو ذهنت بسپار: ای آن که تو را قوت شم باطل شد، احساس به بوی نیک و بد باطل شد. یعنی ای کسی که حس بوی شم، یعنی شامه منظورشه، کسی که حس بوی تو از دست دادی، نه بوی خوب و متوجه میشی نه بوی بد. و اخلاط غلیظ گر بود موجب آن، از داروی مسهل نتوان غافل شد. خب علامتشو گفتیم، غلظت ادرار و سنگینی سر و منگی و فلان و اینا. علتش هم گفتیم به وجود اومدن غلظت اخلاط. از داروهای مسهل یا منزج و مسهل سودا و صفرا استفاده میکنی، این دفع میشه، مشکلت برطرف میشه. ضمن اینکه اعلام نتایجو تو استوری گذاشتم، حتما ببینید. کسایی که با استفاده از روغن مرزنجوش، چکندن روغن مرزنجوش تو بینیشون خوب شدن، استفاده از بخور مرزنجوش، یعنی یه مش مرزنجوش رو ریختن تو قابلمه روشن میکنی و بعد میذاری بخورش توی فضای خونه باشه، این کمک میکنه که حس بویایی برگرده. ولی یه نکته در پایان این حالا شعر و اینا هم که گفتم هست و اون مهم، خیلی مهمه. واقعیت اینه که حواس پنجگانه با تقویت با قوای قلب هستن که خوب کار میکنن. اگر که کسی حواس پنجگانش دچار اختلال شد، حتما از تقویت کننده های قلب باید استفاده بکنه. حالا یا به خاطر کرونا این قلب یه مقدار سیستم اخلاط بدن به هم خورده، قلب امکان داره یک کمی ضعیف شده باشه، یا غلظت خون به وجود اومده باشه، یا گرفتگی عروق باشه، یا یخزدگی، اصطلاحاً یخزدگی اندام قلب، ماهیچه‌های قلب به وجود اومده باشه بر اثر رطوبت، بر اثر سردی زیاد حالا که از طریق غذاها به وجود اومده. اینا خیلی مهمه. حواس پنجگانه هم که دیگه بویایی و چشایی و اینا که میدونید دیگه همتون. دمت گرم دکتر داوود، رو باید بزنی.